یکی از شورت کات هایی که من همیشه توی فانال کات تغییرش میدم این کلید جی هست. شما اگر نگاه بکنین جی توی فانال کات ابزارهای سلکشن ما رو تغییر میده. خب من خیلی با این ابزارها کار نمی کنم که بخوام دائم ازشون استفاده کنم و یه شورت کات به این مهمیم رو اشغال بکنه. از اونجایی که اگر شما اینجا کیبورد ویور من رو ببینید، ما قبلا توی قسمت اول فانال کات با هم دیدیم که جی، کی و ال سه تا کلید خیلی مهم هستن توی فانال کات. یعنی شما جی رو به عقب میبردتون و سرعتتون رو به عقب زیاد میکنه، ال برعکس رو به جلو میبره و کی هم که استاپه. بغل این سه تا دکمه شما یه دکمه دو نقطه دارید که کوتیشن و ببخشید دو نقطه و کوتیشن رو دارید که این کلید و این کلید هست، که این شما رو یک کلید جلو، یک کات جلو و یکی یک کات عقب میبره. پس از اینجا تا اینجای ما 5 تا از مهمترین کلیدهای ما هستن. من مهمترینش هم قاعدتا این سه تاست، جی، ال، جی، کی و ال. اما خب اسپیس هم کار پلی بک رو انجام میده. پس ما سه تا انگشتمون رو میتونیم رو این سه تا بذاریم، شستمون رو روی پلی بک بذاریم. و حالا یه چیز دیگه که خیلی میتونه اینجا کارایی داشته باشه، اچ که خب به هند نسبت داده شده و ممکن شما بخواین استفاده بکنین. من توصیه اینه که شما یا جی رو نسبت بدین به این شورت کاتی که میخوام الان خدمتتون بگم، یا اچ، حالا هر کدوم که بر خودتون راحت تر هست. ما موقع دیدن یه کار ممکنه مثلا بخوایم ال رو بزنیم که یه بار با سرعت مد نظرمون ببینیم. لحظه رو که بر کات انتخاب کردیم، انتخاب پریویو کنیم ببینیم و حالا مثلا چند فریم عقب جلو مثلا ممکنه اینجا باشه. مثلا ممکنه من لحظه کات رو اینجا دوست داشته باشم. حالا من میتونم اینجا یک کات ایجاد بکنم با زدن کنترل وی. اما قاعدتا خیلی راحت تره که به جای اینکه دستمو یه بار از روی کیبورد وردارم، فقط انگوش کوچیکم رو روی اچ یا روی جی بذارم. به همین خاطر من معمولا میام توی اینجا توی کیبورد لی‌آوت کاستومایز و اینجا همونطور که شما می‌بینید جی رو از اینجا برمی‌دارم و اد ادیت که همونطور که شما الان می‌بینید اینجا کنترل وی بهش نسبت داده شده رو به جی نسبت میدم. الان همونطور که شما می‌بینید هم کنترل وی هست و هم جی. الان دیگه نیاز نیست دستم از کیبورد بردارم. هر جایی که بخوام کات بدم میتونم مثلا با ال ببینم فرضاً، بعد دست راستم روی عقب و جلو بالا پایین بیارم روی کیبورد و فرضاً اینجا رو خوش آمد. همینجا میتونم جی رو بزنم و یک کات ایجاد بکنم و بعداً هر وقت خواستم میتونم با زدن دیلیت این برش های اضافه رو حذف کنم. به طور مثال شما اینجا دیدید که قسمت اول کار ما، قسمت اول راش ما کلاکت بود. پس قاعدتا کلاکت من نمیخوام توی کارم باشه. حداقل تا اینجا رو باید کات بکنم که جی رو میزنم. البته فکر میکنم شورت کاتم درست نسبت داده نشد. اگه یه بار دیگه من چک بکنم کیبورد لی‌آوت کاستومایز، ببخشید اجازه بدید من یه بار کیبورد لی‌آوت امیر لود بکنم، بعد اینجا کیبورد لی‌آوت کاستومایز. جیم همچنان مشکل داره. اد ادیت، ببخشید یک بار دیگه من باید بیرون بکشمش. اد ادیت و دور قفلش میکنم. قاعدتا بعد الان سیف شده باشه و حالا میتونم خیلی راحت کار بکنم و خیلی راحت قسمت هایی که دوست دارم حذف بکنم، حالا یا کارهای دیگه.